شب جنزولی فوتبال ایران با جنگ‌های باور نکردنی. رضا درویش و فرشید سمیعی مدیران پرسپولیس و استقلال در یکی از جنجالی‌ترین برنامه‌های فوتبال برتر به درگیری شدید لفظی با یکدیگر پرداخته و اتهاماتی را علیه یکدیگر مطرح کرد. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. با ما همراه باشید با حواشی جدید. فوتبال برتر شاهد یکی از جنجالی‌ترین برنامه‌های چند وقت اخیر خود بود، جایی که ابتدا رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس مهمان برنامه 90 و سپس نیز فرشید سمیعی سرپرست مدیر عامل آبی‌ها نیز در استودیو حضور یافت و در خصوص مسائل مختلف به صحبت پرداخت. سمیعی در اظهاراتش با شبهه‌دار خواندن اشتباهات داوری اعلام کرد به دلایل تمایلات رنگی دو نفر از تیم داوری دیدار پرسپولیس و مس رفسنجان برخی شواهد و قرائن را به دادستانی تهران تحویل خواهد داد تا در خصوص آنها تصمیم گیری شود. او همچنین به آفساید بودن گل قهرمانی پرسپولیس و سودهای داوران به سود این تیم معترض بود. پس از صحبت‌های سمیعی این بار رضا درویش روی خط برنامه آمد و طرف اظهاراتی را علیه یکدیگر انجام دادند. درویش: شما بهتر از من ایشان را میشناسید، چون چند جلسه بیشتر ایشان را دیدم و شناخت چندانی ندارم. اسم ایشان سرپرست استقلال است و بناست که درباره استقلال صحبت کنند، ولی شما زمان بگیرید و ببینید بیشتر درباره استقلال صحبت کردن یا پرسپولیس. شما چند بار اعلام کردید یک بازیکنی داشتن که سال قبل 15 میلیارد قراردادش بود ولی امسال 160 میلیون تومان. سعید مهری: یا یک عضو کادر فنی 5 میلیون تومان نوشته بودن ولی ببینید چقدر گرفتن. البته ایشان ساعتهایی در روز بر اساس یک فعل و انفعالاتی توهماتی میزنن. همین الان گفتم باشگاه‌های تراکتور و سپاهان قهرمانی استقلال رو تبریک گفتن ولی به شما اطلاع دادن که چنین مطلبی نبوده و برای من نیز فرستادن. جا دارد من از برخی باشگاه از جمله آلومینیوم و تراکتور تشکر کنم که به ما تبریک گفته بودن و نامه آنها را داریم. ایشان درباره داور مسابقه صحبت کردن ولی ببینید چقدر درباره اخراج آقای لگ در این چند ساعت صحبت شده. فقط درباره صحنه آفساید صحبت می‌کردن. خب اگر داور لگ را اخراج کرده ما حداقل 3 یا 4 گل به تیم مس زده بودیم، ولی چون اساساً اینها ذاتاً کارشان همین است آن را نمی‌گویند. اگر حامد لگ اخراج شده بود به این گل احتیاجی نبود و موقعیت‌های زیادی به وجود می‌آمد و با یک بازیکن کمتر کار ما راحت‌تر بود. زمانی که ایشان کارشناسان شما را قبول ندارند به این آدم‌ها چه می‌شود گفت؟ به این راحتی می‌آیند و حرف‌های واهی می‌زنند. ضمن اینکه مصاحبه آقای خسروی است که چه کسانی شیتیل بگیر بوده و شیتیل پیشنهاد کردند درباره کدام تیم و عوامل کدام تیم بوده. من فکر می‌کنم ایشان برای اینکه امیدوار باشد او را در استقلال نگه می‌دارند این حرف‌ها را می‌زنند. بهتر است ایشان از صداقت خارج نشود. پرسپولیس همواره خودش را نشان داده که پرسپولیس است. شما نیز فصل قبل در برنامه‌تان نشان دادید که بیشترین تیمی که از داوری ضربه خورد پرسپولیس بود. سال قبل امتیاز آنها آنقدر زیاد نبود که ایشان جرأت کند بیاید و بگوید ما با امتیاز اضافه قهرمان شدیم، چون پایین جدول بودن. حالا به نظر من به جای فرافکنی و حرفای واهی درست صحبت کنند. حالا خوب است مسئولان تراکتور و سپاهان بیدار بودن و حرفایشان را تکذیب کرد و یا داور گفت که من در فضای مجازی نیستم، من از طرف خودم و باشگاه از بینندگان که مجبور شدم تحمل کنم و ایشان را در برنامه ببینم عذرخواهی میکنم. در ادامه نوبت به فرشید سمیعی رسید که صحبتهای او را میشتم. من برای ادبیات ایشان و سن و سالشان که همچین ادبیاتی دارم متاسفم. البته ایشان قبلا شخصیت خودشان را نشان دادند. تمام کسانی که ایشان را میشناسند میدانند چه ادبیاتی در معاوراتشان دارند و البته نمانگر خودشان و شخصیتشان است که عوض اینکه به حرفای من که محترمانه زده شده محترمانه پاسخ دهم با ادبیات چاله میدانی پاسخ میدم و واقعا متاسفم. به شما هم اعتراض دارم، چطور اجازه میدهید افرادی با همچین ادبیاتی بیاین صحبت کنند؟ اشتباه جام و قهرمانی را از ما گرفت. چرا ناراحتید که ما میخواییم پیگیری کنیم؟ میخواییم پیگیری کنیم که این موضوع جمع شود. مگر حق با شما نیست؟ چرا ناراحت میشوید؟ چرا شما با یک بازی بیشتر با تماشاگر بازی کنید؟ برای چیه؟ حرف درست را سپاهان زد. چرا شما باید بازی اول و آخرتان را با گل آفساید تمام کنید؟ چه کسی این حق را به شما داده که به همه توهین بکنید و از همه چیز معصوم باشید؟ الان شما این صحبت‌ها را انجام دادید و توهین کردید. اگر رکن قضایی باشد باید همین الان ایشان را محکوم بکنید. چرا خودتان را بالاتر از همه می‌بینید؟ این نگاه بالا به پایین را شما از کجا آوردید؟ می‌گویید با فلانی صحبت کردیم، اصلا چه ارتباطی بین شماهاست؟ یکی از مشکلات ما در باشگاه استقلال همین است. باشگاه استقلال
استقلال به استقلالیات تعلق دارد، ما باید از حقوق باشگاهمون که فکر میکنیم ضایع شده دفاع کنیم. تمام قراردادهایمون را اعلام کردیم. اگر با موبایل موسوی چیزی شده انجام دادیم. آیا شما اعلام کرده ای؟ مثل اینکه ایشان خواب است یا مشکل بیخوابی پیدا میکند که ادب را فراموش میکند. فکر میکردم فقط در جلسات خصوصی ادب را رعایت نمیکند، مثل اینکه ایشان در برنامه سراسری و در تلویزیون نیز ادب را رعایت نمیکند. من یک سری دلایل را آوردم و گفتم این دلایل و قرائن وجود دارد و باید مرجع رسیدگی کند. شما چرا ناراحت میشوید؟ شما این همه علیه ما صحبت کردید، این دیگر مستنداتش هست. تا زمانی که از ما جلو افتادید مرتب بیانیه میدادید، مصاحبه میکردید و مرتب استوری میگذاشتید. حالا نامه های من با آقای حمیسی هست که گفتم چرا با اینها برخورد نمیکنید؟ چرا شما منتظر میمونید تا ما واکنش نشان بدهیم و بعد جریمه بکنید؟ چرا ما باید همیشه واکنش نشان دهیم؟ هیچگاه کنش از سمت ما نبود، همیشه به ما حمله شده است، همیشه بیانیه داده شده، همیشه استوری پخش شده است. درویش، واقعا ایشان وقاحت را به حد اعلی رسانده است. اگر اشتباه نکنم آقای کریمی بود که ایشان را اخراج کرد. در این لحظه سمیعی به میان صحبت‌های درویش پرید و گفت این مسائل اصلا به شما چه ربطی دارد؟ من نمی‌فهمم این حرفا یعنی چه؟ فردا شما را اخراج کنم چه ربطی دارد؟ اول آقای کریمی نه و در هیئت مدیره بود، نمی‌شود که توهین کنند. درویش ادامه داد ایشان میگوید سن من بالا رفت، ولی دو ساعت و نیم در زمان خودش درباره حقوق و مسائل حقوقی صحبت کرد، ولی آنقدر درک ندارد که وقتی به ایشان وقت دادند باید به طرف مقابل هم وقت داد. به هر حال ایشان عادت کرده و مدلشان این گونه است. ایشان این دروغ ها را گفته که تراکتور و سپاه قهرمانی استقلال را تبریک گفته و بدون اینکه عذرخواهی کند حرفش را تکرار میکند. ما کوچکترین قرارداد ما افشا شده است، همین الان مبین و روشن است. خودشان اول فصل برنامه رسمی اعلام کردند. سقف قراردادشان 325 میلیارد تومان است. ایشان طبق قانون می توانند 310 میلیارد سقف بودجه داشته باشند که محکوم می شدند. ولی ببینید به چه راحتی می آیند اینجا می نشینند و دفاع می کنند و جوابی برای اینها ندارند. همین الان گفتند که برای برکناری این مربی بزرگ نکونام نامه را امضا کردند یا نه. چقدر تفره رفتن که نامه را از کجا آورده اید؟ نامه را از کجا آورده اید صورت مساله را حل نمی کند. بگویید که این امضا را کرده اید یا نه. من کجا با شما خصوصی صحبت کردم؟ چه رابطه ای با شما دارم که با شما خصوصی صحبت کنم که میگویید در جمع خصوصی این گونه صحبت کرده؟ مگر من جایی شما رو دیدم که با دیالوگ دیگری با شما صحبت کنم؟ اگر شما فرصت میکردید در درجه اول میرفتید لحجهتان را جراحی بکنید، بهتر بود تا فرافکنی کنید. باز هم از مردم عذرخواهی میکنم که امشب مجبور شدن این نوع گرامر یا دیالوگ را از ایشان تحمل کنم. سپس بار دیگر نوبت به سمیعی رسید. باز هم توهین، باز هم فلان. من واقعا متاسفم. سن و سالی از ایشان گذشته، حداقل 10 جلسه 7-8 نفره حضور داشتید که من بودم. ادبیاتتان همین بود و از این بدتر هم بود. این که به جای پاسخ دادن به آن مسائل داخلی استقلال هم مثال میزنید. خب الان خب من هم مثال بزنم که افرادی در داخل باشگاه پرسپولیس شما رو قبول ندارن یا با شما اختلاف دارن، اینها را چه دلایلی دارد که به من بگویید؟ اصلا نامه باشگاه استقلال به شما چه ارتباطی دارد؟ اصلا شما سمتی در باشگاه استقلال ندارید که درباره این مسائل صحبت کنید. باز هم تکرار میکنم، قاطعانه ای صادر نکردم، فقط از مقامات درخواست کردم که بر اساس شکایت باشگاه استقلال به قرائن ما ورود بکنم تا یک بار برای همیشه حل بشم. گل های آفساید پرسپولیس اعلام نشده، این که نمی شود. باید یک جا پاسخگو شوید، یک جا جواب بدهید. راه حل آن چیست؟ راه حل آن پیگیری قانونی از آقای تاج که سعی کردن مسابقات عادلانه برگزار شود. استدعا میکنم وی ای آر سریعتر به فوتبال ایران بیاید که 70-80% مشکلات ما حل شود. درباره قضاوت نهایی آینده نشان خواهد داد که چه کسانی چگونه با چه کارنامه‌ای کار کردند. بعد از رفتن همه ما نشان خواهد داد که چه ارثی برای باشگاه گذاشته ایم. و در پایان بخش پایانی صحبت‌های مدیرعامل پرسپولیس را درویش. از شما تشکر میکنم که حداقل برای افکار عمومی روشن کردید که چه کسانی اهل سفسطه هستند. من هم از مراجع قضایی و کسانی که تصمیم گیرنده هستند تشکر میکنم. درباره قراردادی که بسیار بولد شد، همه حساب‌های قوم و خیش اقوام و نزدیکان آن بازیکن را پیگیری کنم، ببینن آیا باشگاه پرسپولیس از جاهای دیگر بیشتر از مبلغی که در قرارداد ایشان حدود 16 میلیارد تومان است چیزی دیگر واریز شده یا خیر. همه مراجعی که ایشان با آنها ارتباط خوب دارد را بیاورن که آیا قرارداد غیر از این بوده است یا خیر. دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو در کامنت با ما به اشتراک بذارید. لایک هم فراموش نکنید. ممنونم از نگاهید.